سلام بر شما، به خبر هشت بامداد خوش آمدید. آغاز رزمایش زمستانی پلیس و دستگاه امدادی از امروز. نیروهای امدادی تا 20 اسفند در جاده‌های سراسر کشور به خصوص محورهای برفگیر و مناطق سخت گذر ارائه خدمات می‌کنند. ادامه مشارکت مردم برای کاهش ضرر و زیان مرغداران. خرید مرغ در میادین میوه و تره بار به طور متوسط بیش از 40% افزایش یافت. آماده شدن انگلیسی‌ها برای بی‌سابقه‌ترین اعتصاب‌ها پس از جنگ جهانی دوم. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و بی‌اعتمادی به دولت علت اعتراض‌ها. اقدامات دولت فعلی و دولت‌های قبلی به بحران در نظام بهداشت و درمان ما منجر شد. و رونمایی از نخستین فینالیست جام جهانی قطر، پیروزی 3-0 آرژانتین در برابر کرواسی با درخشش لیونل مسی. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح و روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم تا حوالی ساعت 8:30 دقیقه بامداد با این مجموعه خبری ما رو همراهی بفرمایید. مطالبات سنوات پایان خدمت سالهای 1399 و 1400 بازنشستگان کشوری تا پایان سال پرداخت می شود. سرپرست صندوق بازنشستگی گفت در حال بررسی آمار بازنشستگان دستگاه های اجرایی و مستندسازی برای پرداخت مطالبات هستیم. صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان قدیمی ترین صندوق بازنشستگی دولتی در ایران با نزدیک به 1,700,000 بازنشسته و وظیفه بگیر، مهمترین اولویت خود را پرداخت به موقع حقوق و البته مطالبات پرداخت نشده بازنشستگان می‌داند. مطالبات این بزرگواران از سنوات قبل هم صندوق بازنشستگی کشوری هم لشکری در حال مستندسازی این مواردی که نیاز هست ارائه بدیم و امیدوار هستیم که تا پایان امسال انشالله این محقق بشه. دو سه تا دستگاه مثل آموزش پرورش، مثل دانشگاه علوم پزشکی هم سنوات خدمتی دارن یا بعضی جا افزایش حقوق طبق قانونی که به اساس موقع اجازه دادن این کار اتفاق بیفته به صورت شفاف اینا رو رصد میکنیم دوستان و اطلاعات جامع کاملی را در اختیار مجموعه قرار بدیم به ترتیب اولویتایی که اعلام شد انشالله بتونیم پوشش بدیم. در 18 ماه 1401 افقهی معاون امور مجلس حقوقی و استانهای سازمان برنامه و بودجه از پرداخت 38,000 میلیارد تومان کلیه مطالبات صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری خبر داده بود. بالغ بر 38,000 میلیارد تومان کلیه مطالبات مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری و پرداخت اونها در سراسر کشور صورت گرفته. در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری ماهیانه 17,000 میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق پرداخت می نماید. سحر میرزابیگی، خبرگزاری صدا و سیما. رزمایش زمستانی پلیس و سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی از جمله سازمان راهداری، هلال احمر و اورژانس از صبح امروز 23 آذر آغاز شده و تا 20 اسفند در سراسر کشور به ویژه در استان‌های برفگیر و مناطق سخت گذر ادامه خواهد داشت. اما برای اطلاعات بیشتر از جزئیات ارتباطمون برقرار شده با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در محل برگزاری رزمایش. آقای سلیمانزاده سلام میکنم به شما، بفرمایید چه تعداد نیروهای امدادی در جاده ها مستقر میشن و چه خدماتی قرار ارائه بدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و بینندگان محترم. قبل از اینکه بخوام شروع بکنم عذرخواهی کنم به خاطر اینکه کمی صدام گرفته به علت سرماخوردگی. بله، آمار نیروهای بکارگیری شده توسط سازمانهای مجری طرح زمستان 1401 اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم بیش از 16,000 خودروی سبک و سنگین در این طرح در جاده همونطور که شما فرمودین در واقع حضور خواهند داشت. پایگاه های ثابت و سیار 6,901 پایگاهه، تعداد آمبولانس 7,273 و تعداد بالگرد هم 70 است.
اضافه بکنید به همه اینها تعداد نفراتی که در واقع حضور خواهند داشت برای خدمت رسانی در این طرح که تعدادشون 75994 نفر هست. یه نکته‌ای که من الان در این میدان دارم مشاهده می‌کنم در میدان در واقع دانشگاه امین نیروی انتظامی وجود بازگردهایی هست که قرار هست جاده ها رو رصد بکنن، مناطق سوالگور و برفگیر رو در زمانهایی که آسیب حالا به وجود میاد برای رانندگان و در واقع کسانی که حالا دچار مشکلاتی شدن، این بازگردها میتونن شناسایی بکنن و به نیروهای امدادی برای رسیدن بهتر به در واقع اون محل کمک بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای پوریا سلیمانزاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. با ادامه آلودگی هوا، همه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی در تهران و البرز، نواحی پنجگانه تبریز در آذربایجان شرقی و 10 شهر استان اصفهان امروز غیر حضوری شد. آلاینده‌های جوی از ابتدای این هفته در این استان‌ها به شدت افزایش یافته و موجب شده مدارس در همه مقاطع تحصیلی از ابتدای هفته به صورت غیر حضوری برگزار شود. این تعطیلی در استان تهران شامل دماوند، فیروزکو و پردیس نمی شود. کودکستان ها، مهدهای کودک و پیشتابستانی ها تعطیل و همه مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسط غیر حضوری شد. مدارس و دانشگاه های اصفهان و 9 شهرستان دیگر این استان هم به علت آلودگی هوا امروز تعطیل شد. فعالیت های ورزشی در فضاهای باز امروز هم ممنوع است. همچنین فروش مجوز روزانه طرح ترافیک در تهران برای چهارشنبه 23 آذر متوقف می شود. خب رسیدیم به ساعت 8:07 و بررسی وضعیت جوی کشور با حضور کارشناس محترم سازمان هواشناسی امروز آقای سرکرده ما را همراهی میکنند. آقای سرکرده صبح شما هم بخیر باشه. ما یه اطلاعاتی رو در اختیار بینندگان قرار دادیم، جزئیات بیشتر از زبان شما میشه. بله، این خبری که الان داشتیم، خب مدارس غیر حضوری تعطیل شدن، اما باید بگم که در حال حاضر امروز صبح عدد شاخص آلودگی بر روی شهر تهران عدد 170 رو نشون میداد. این یعنی شرایط ناسالم برای تمام گروه ها برای شهر تهران. البته غیر از تهران، کرج هم همینجور هستش، در استان اصفهان یکم کمتر، در استان سمنان، مشهد، تبریز یکم کمتر هستش، اما پیش بینی میشه همچنان خانم میرسانه ما این شرایط رو داشته باشیم. متاسفانه امروز با توجه به تداوم سکون نسبی هوا، بله، امروز و فردا انباشت آلاینده های جوی رو بر روی شهرهای صنعتی و پرجمعیت متاسفانه پیش رو داریم. اما تو این حال و هوا بارش هم اتفاق میفته. بارش در کجاها؟ بارش بیشتر نواحی غربی کشور هستش. کسایی که در استان کردستان هستن، در نواحی جنوبی استان آذربایجان غربی و شرقی، کرمانشاه، ایلام، در استان خوزستان، در استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلو و بویراحمد بیشتر نواحی شمالش، در نواحی غربی استان اصفهان امروز بارش رو داریم. ضمن اینکه برای فردا علاوه بر این استان‌ها، استان بوشهر و کسایی که در نواحی شمالی استان فارس هستن انشالله منتظر بارش باشن، به تدریج به یزد و کرمان هم خواهد رسید. ضمن اینکه طی این دو روز در ارتفاعات، فقط در ارتفاعات البرز واقع در شمال استان‌های تهران، قزوین، البرز و زنجان هم هیچ بعید نیست که بارش برف و بارون رو داشته باشی. بارش ها در نواحی جنوبی تر مثلا برای خوزستان همراه با رعد و برق هستش، ولی برای شهر کرد یا مثلا در استان لرستان نواحی مرتفع زاگرس مرکزی بارش برف رو داریم. هیچ بعید نیست انسداد موقتی، البته موقتی، جاده های روستایی کوهستانی زاگرس مرکزی رو برای امروز و فردا پیش رو داشته باشیم. اما پیش بینی میشه دمای تهران امروز به هولوش حد اکثر به هولوش 13 درجه برسه. این در حالیه که خب ما خیلی از شهرهای شمالی کشور رو داریم که دمای زیر صفر رو دارن. شاید جالب باشه که بیشترین دما بر روی جزایر سگانه کشور، یعنی ابو موسا، تنب کوچیک و بزرگ هستش که امروز دماش به 28 درجه بالای صفر رسید. تشکر می‌کنم از شما آقای سرکرده، روز بخیر.
امیدواری مرغداران به تولید با افزایش تقاضا در بازار. مشارکت مردمی در 10 روز گذشته برای کاهش ضرر و زیان مرغداران که این روزها با مازاد تولید مواجهند منجر به افزایش تقاضا در بازار و بهبود شرایط جوجه ریزی برای تولید کنندگان شد. اما برای اطلاع از آخرین وضع بازار مرغ گرم هم اکنون گفتگو میکنم با همکارم آقای آذری بقا که در میدان بهمن مستقر هستند. آقای آذری بقا سلام به شما. اوضاع این بازار امروز چطوره؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، صبح بخیر. پس از اینکه مرغداران به واسطه تولید مازادشون با ضرر و زیان مواجه شدند، از مردم درخواست کردند که با ذخیره خانگی و خرید بیشتر تا حدودی کمک بکنند به تنظیم بازار این محصول. و این درخواست رو خب مرغداران 10 روز پیش بود که اعلام کردند و در این 10 روز هم تقاضا برای خرید مرغ گرم افزایش داشته. مسئولان سازمان میادین میوه‌تره‌بار تهران اعلام کردند که حدود 40% در این میادین خرید مرغ گرم افزایش داشته. در طی این 10 روز هم مدام در بخش‌های خبری ما وضعیت بازار مرغ گرم رو به اطلاعتون رسوندیم. امروز هم آقای عربی الان اینجا حضور دارن، معاون سازمان میادین میوه و تره بار تهران، و می‌خوایم آخرین قیمت‌های مرغ رو در سطح عمده فروشی و خرده فروشی از ایشون پیگیر بشیم. آقای عربی صبح بخیر، سلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و بینندگان محترم. اول بحث عمده فروشی رو مطرح بکنیم. الان در میدان بهمن قیمت عمده مرغ گرم چقدر هست و نسبت به روز گذشته چه تغییری داشته؟ در حال حاضر قیمت مرغ گرم 55000 تا 56000 تومان است. نسبت به دیروز یه مقداری افزایش داشتیم. چقدر چند بوده همین ساعت دیروز؟ دیروز همین ساعت 54-55000 تومان بود که امروز حدود 1000 تومان افزایش داشتیم. در سطح خرده فروشی خرده فروشی میدان بهمن رو از بود. میدان بهمن 47000 تا 48000 تومان، ببخشید 57000 تا 58000 تومان عرضه میشه خرده فروشیش. برای این افزایش تغییرات قیمتی به واسطه افزایش تقاضا هست، درست؟ بله، به خاطر افزایش تقاضایی بوده که از سوی شهروندان محترم برای خریدایی که داشتن. بعد الان در میادین میوه و تره بار قرار هستش که مرغ با چه قیمتی عرضه بشه؟ همونجور که دیروز عرض کردم، با توجه به تغییرات قیمت ما لازم بود بازنگری قیمت داشته باشیم و از امروز صبح قیمت در سطح مراکز خرده فروشی ما میادین میوه و تره بار سطح شهر 57700 تومان از امروز عرضه میشه که با روز گذشته در واقع 55700 تومان بود، 57700 تومان که در واقع با سقف قیمت مصوب هم که 63000 تومان است. با سقف قیمت یک فاصله هنوز هست؟ بله، یه فاصله کمی دیگه نزدیک شده به سقف قیمت مصوب، یه فاصله هنوز مونده دیگه. و حالا فرصتی هم همچنان هست برای خرید؟ بله دیگه، شهروندان با توجه به نیازشون میتونن مراجعه بکنن و خریداشون رو به موقع انجام بدن. ممنای عربی، معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره بار تهران که میهمان ما بودن در این بخش خبری، همکار محترم این بود گزارش من. اگر سوال خاصی هست من خدمت شما هست. خیلی ممنونیم از شما آقای فرزاد آذری بقا، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، و همچنین تشکر میکنیم از آقای عربی، معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره بار تهران که در این گفتگو با ما همراه بودند. اجتماع بزرگ فاطمیون همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و 40 شهید مدافع امنیت آرمان علیوردی در تهران برگزار می شود. این مراسم با همراهی دسته بزرگ دمامزنی، سخنرانی مذهبی و مدعی از ساعت 14:05 شنبه در میدان بسیج شهرک اکباتان برگزار می شود. همزمان با این تجمع بزرگ، تابلوهای خیابانی هم که با مصوبه شورای شهر به نام شهید آرمان علیوردی نامگذاری شده نصب خواهد شد. دستگیری عوامل اصلی ترور شهید مولوی عبدالواحد ریگی، وزارت اطلاعات اعلام کرد. با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همکاری فراجا، 3 نفر از عوامل اصلی ترور شهید مولوی عبدالواحد ریگی شناسایی و دستگیر شدند. تروریست ها قصد داشتند پس از ترور این شهید از کشور متواری شوند که در تور اطلاعاتی سربازان گمنام قرار گرفتند. مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین شهر خاش، هفته پیش در عملیاتی تروریستی ربوده شد و به شهادت رسید. این عالم برجسته از بسیجیان و رزمندگان دوران دفاع مقدس بود.
شهید مولوی عبدالواحد نقش مؤثری در وحدت مسلمانان و دفاع از انقلاب و نظام اسلامی داشت. فرمانده مرزبانی فراجا از نظارت هوشمند 60% مرزهای کشور خبر داد و گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 150,000 نفر به علت ورود غیر قانونی به کشور بازداشت شدند. سردار رودرزی همچنین از بازداشت قاچاقچیان مسلح در ارومیه و خورالعظیم خبر داد. در یک درگیری که با 3 نفر قاچاقچی مسلح قصد ورود سلاح و مهمات به داخل کشور از منطقه عمومی مرز ارومیه را داشتن، مرزبانان غیور کشورمون توفیق پیدا کردن 77 قبض سلاح جنگی و شکاری رو کشف کنن. در حورالعظیم هم در منطقه عمومی بصره هم ورود چند قاچاقچی و شرور رو به داخل حورالعظیم داشتیم که دیشب یک نفرشون به هلاکت رسید و چند قبض سلاح جنگی کلاشینکوف هم از اونا کشف و ضبط شد. وزیر راه و شهرسازی شهرداری ها را از شرکای راهبردی وزارت راه در ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن خواند و گفت شهرداری ها باید سهم قابل قبولی را در طرح نهضت ملی مسکن بر عهده بگیرند. آقای بذرپاش با گذاری زمین برای ساخت مسکن را از سیاست های جدی وزارت راه و شهرسازی برشمرد. موضوع زمین هم و واگذاری زمین هم یکی از سیاست‌های جدی ماست که این داره روش طراحی میشه. یه تیمی رو من مأمور کردم که روی این کار کنن. کدوم شهرها امکان واگذاری زمین داریم؟ الان تیم مأمور شده که شهر به شهر رو بررسی کنه. استانداران در سراسر کشور مأمور این کار هستن که شهرهایی که قابلیت الحاق به محدوده داریم و زمین‌هایی رو میتونیم به زوج‌های جوان واگذار کنیم و دارن احسان میکنن و طبق قانون هم اگر این زمین‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی یا دستگاه‌های اجرایی باشه باید تحویل وزارت راه و شهرسازی بدن برای این مهم، چه در حوزه ساخت نهضت مسکن‌های مربوط به نهضت ملی، چه در حوزه واگذاری زمین تو روش‌های مختلف. اما مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد تا شنبه 26 آذر تمدید شد. داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های دولتی، غیر دولتی و دانشگاه آزاد برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند. آزمون کارشناسی ارشد 11 و 12 اسفند برگزار می‌شود. وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای ایرلندی خود از برخی نمایش‌های سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا به بهانه حقوق بشر انتقاد کرد. آقای امیر عبداللهیان در ادامه ضمن تشکر از تلاش‌های قبلی ایرلند در مسیر گفتگو برای لغو تحریم‌ها گفت جمهوری اسلامی ایران ضمن آمادگی برای یک توافق خوب، پایدار و قوی دیپلماسی را مسیر درست می‌داند، اما از خطوط قرمز خود که همان تأمین منافع مردم است عقب نخواهد نشست. در این گفتگو آقایان امیر عبداللهیان و سایمون کاوانی در خصوص مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم رایزنی کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، کمبود نیرو و امکانات تنها در سال گذشته 30,000 عمل جراحی بیماران منتظر درمان را در این کشور لغو کرد. گزارش‌های رسمی در انگلیس همچنین نشان می‌دهد این کشور با بدترین اعتصاب‌ها پس از جنگ جهانی دوم روبروست. تظاهرات ضد دولتی و اعتصاب حدود 1,000,000 نفر از کارکنان خدمات عمومی در آستانه سال نو میلادی به گفته ناظران زمستان طاقت فرسایی را در انگلیس رقم زده است. همزمان با افزایش انتقادها از بی‌توجهی دولت انگلیس به خواست کارکنان در بهبود شرایط کاری و دستمزد، اعلام شد موج تازه اعتصاب‌ها در راه است. کارکنان خدمات پست، حمل و نقل ریلی، اتوبوس‌های شهری، معلمان و استادان دانشگاه، ماموران کنترل مرزها، آتش‌نشانی
و برخی دیگر از خدمات عمومی و مهمتر کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس از جمله دستگاه‌هایی هستند که یا اعتصاب کردند یا در روزهای آینده دست به اعتصاب خواهند زد. خواست ما اینه که به کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان در شرایطی که تورم فزاینده زندگی رو برای اونها سخت کرده توجه بشه، به مشکلات متعدد این سازمان که جان بیماران رو به خطر انداخته توجه بشه. واقعیت اینه که اقدامات دولت فعلی و دولت‌های قبلی به بحران در نظام بهداشت و درمان ما منجر شده. اتحادیه‌های کارکنان اعتصابی میگویند امسال از نظر بهبود دستمزدها بدترین سال در 45 سال اخیر بوده است، اما دولت که با کمبود منابع و کسری شدید بودجه مواجه است درباره شرایط جاری این گونه واکنش نشان داده است. ما با اعتصاب بخش بزرگی از کارکنان خدمات عمومی مواجهیم. این شرایط بهبود وضعیت را دشوارتر کرده. دولت انگلیس که از هفته پیش برای غیرقانونی اعلام شدن اعتصاب‌ها در این کشور خیز برداشته، روز دوشنبه نشست اعضای دولت در شرایط اضطراری موسوم به کبرا برگزار کرد تا با کمک گرفتن از نیروهای ارتش و استقرار آنان در مراکز حساس از جمله مراکز درمانی و فرودگاه‌ها از اثر اعتصاب‌ها و نارسایی‌ها بکاهد. دولت جدید انگلیس در حالی بر سر کار اومده که این کشور با چالش‌های متعددی همچون کاهش رشد اقتصادی، افزایش بی سابقه هزینه‌های زندگی و بی‌اعتمادی به سیاست‌ها و سیاستمداران مواجهه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. همزمان با بالا گرفتن بحران انرژی در کشورهای اروپایی به سبب اعمال تحریم‌های اروپا و آمریکا ضد روسیه، مقامات آلمان می‌گویند مدت زمان دوشاب گرم برای هر شهروند باید به 2 دقیقه محدود شود. این شوخی اروپایی ها با آینده بدون سوخت در این قاره است. البته با فرارسیدن سرما این طنزها جدی می شود، مثل بازگشت به دوران زغال. من برای اولین بار پس از سالها زغال سنگ می خرم. یا قطع گسترده برق و روی آوردن مردم به استفاده از شمع. الان که صحبت از صرفه‌جوییه، فکر می کنم که بهتر از شمع استفاده کنیم. کمبود انرژی راهی جز قطع دوره برق برای دولت مردان اروپایی باقی نگذاشته. در صورت لزوم 60% از جمعیت ممکن است در روزهای اوج مصرف به مدت 2 ساعت در روزهای هفته با قطعی برق مواجه شوند. در آلمان هم توصیه میشه در حمام فقط 2 دقیقه آب گرم مصرف کنند. در میانه بحران انرژی، رئیس ایالتی در آلمان مدت زمان حمام کردن با آب گرم را به 2 دقیقه محدود کرد. در انگلیس هم نگرانی ها از گرسنگی و سرما رو به افزایشه. ما زمستانی را پیش رو داریم که در گذشته شاهد آن نبودیم. مردم گرسنه و در سرما خواهند بود و نظام بهداشتی ما با وضع بدی مواجه می شود. بحران انرژی که ناشی از تحریم روسیه و کاهش صدور گاز این کشور به اروپا است، حالا به اعتراض مردم منجر شده. بالاخره قیمت انرژی باید قابل تحمل باشه. مردم از این قیمت‌ها رنج می‌برند. من خواهان این هستم که گاز رو از روسیه بگیریم، از خط لوله نورد استریم 1 و 2. شاید اروپایی‌ها در آغاز جنگ اوکراین تصور نمی‌کردند که آتش جنگ اینطور دامنگیرشان شود. همین شده که صدای واحدی از سران اروپایی درباره ادامه جنگ شنیده نمی شود. توقف گفتگوهای اروپا با رئیس جمهور روسیه اشتباه بزرگیه. ما باید دنبال صلح باشیم. تحریم روسیه شکست خورده. اروپا در خودروی نشسته که هر چالاسی که آن پنچر شده. هرچقدر اروپا این روزها به مذاکره با پوتین چراغ سبز می دهد، کاخ سفید تمایل دارد همه طرفها را پشت چراغ قرمز نگه دارد. یکی از راهکارهای منطقی پایان دادن به این جنگ عقب نشینی کامل پوتین از اوکراینه و تا آن زمان من هیچ صحبتی با اون نخواهم داشت. شاید علت بیمیلی واشنگتن به مذاکره را بتوان در سخنان مقام اروپایی جست. واشنگتن در جنگ اوکراین منافع اقتصادی دارد. این منافع برای امریکا همیشه در اولویت است. مسلماً کشورهای اروپایی بیشترین آسیب را از جنگ اوکراین دیدند. ما باید ساده لوحی را کنار بگذاریم. حمید ترکشفند، خبرگزاری صدا و سیما.